سینا سلام صدای من میار. صداد میاد صدات میاد صدات عالی کوالتی بالا این دوست ما آقای قائم قبل اینکه بیان حرف بزن حالا فرض کنیم حدیث مشکل دارن نمیدونم ایراد دارن فلان دارن بذاریم کنار همین قرآن رو برن راجبش تحقیق کنن قرآن کتابی که 6200 حداقل میشه گفت آیه داره این 200 تاش اشکال گرامری داره اصلا در اخوندای کوچه بازاری و دوزاری شاید اینو ندونن ولی اون روحانیونی که طبقه بالا هستن حروف اح... و قرائات میخونن اینو میدونن و دانشمندهای دیگه هستن اونایی که زبان عربی رو مطالعه میکنن هستن این کتابی که شما میگید کتاب از خدا اومده و کلمه به کلمش از خداست این اصلا مشکل داره مثلا یه پروفسور هست به بس... اسم مشکل چی بفرمه. داره مش... بخش مشکل مشکل بهت میگم الان موقع که شما میرید حوزه خب مرحله به مرحله میخونید مثلا فقه میخونید ادبیات عرب میخونید یه قسمتی داره به اسم حروف و قراعات. که اینا میان ریشه یابی میکنه مثلا اعوش چیه مثلا و اینجا یعنی چی میرن اینو ریز ریزش ریز بریز در میارن سینا اگه میشه خی... من کوتاه‌تر با گوتشن برنامه داره واقعا میشه خیلی زیاد من بهت میگم ب... حتما چش این قرآن 6200 آیه داره 6226 تا حالا بگیم 6200 دیویستا. این 200 تاش اشکال گرامری داره اشکال سینتکسی داره اشکال دستور سینا. دستور زبانی داره قرآن قرآن نمیتونه مشکل دستور زبانی داشته باشه به خاطر اینکه قوانین ادبیات زبان عرب بر اساس قرانه نه این قرآن اشتباهه این حرف اشتباهه من بهت میگم الان مثلا یک پروفسوری هست به اسم آقای ناصر کویتیه توی دانشگاه هاروارد تدریس میکنه ایشون این بیچاره قایم شده اصلا چون این رفته ریز بریز در آورده خب ببین من الان بهت بگم فرض کن اسلامی نبود قرآنی نبود خب یه عربی میومد یه کتاب می نوشت اسمش هم میذاش زرآن خب تو عربای دیگه میرفتن به نیرات می میگفتن این آیه مشکل نه. داره اینجا اینطوری نیست مشکل جان. آره. اینطوری نیست میدونی چرا اینطوری نیست برای خاطر اینکه زمانی که قرآن برای اولین بار نوشته شد زبان عربی توی پرایمری استیتش بود به طور کامل تعریف نشده بود ام... این حرف دقیق نیست این حرف دقیق نیست زبان عربی قبل از قرآن وجود داشته خب به طور خیلی میبور... اولیه بشه... من, نگفتم وجودش من, نگف... من نگفتم وجود نکردی من من نگفتم وجود چی میگه دارم میگم به ش... فرم اولیش بوده داشته... داشته تازه شکل میگرفته قوانینش هنوز مشخص نشده بوده این کتاب قرآن بود که قوانین زبان عرب رو تازه برای اولین بار اومد محکم کرد و ساخت نه. قبل از اون اصلا زبان عربی به شکل به انقدر در سطح سطحی بوده که اصلا قوانینی نداشته که بخوای اون قوانین رو رد بکنی یا رد نکنی نه. این تازه داشته فرم میگم چرا به با محمد چه تهمتی میزنه میگن تو این آیه که داری میاری شبیه شعرهای شاعرای عربه درسته اگر شما بخواید در یک زبانی شعر بگید مجبور یه قاعده هست یه قواعدی هست خب یعنی ما که حرف میزنیم بر اساس قواعد حرف میزنیم درست قواعد رو نشستیم این قواعد بوده درست قرآن اولین اثر کلاسیک و مهم به زبان عربیه خب ولی زبان عربی به طور وجود داشته من اینا خیلی خلاصه بگم من این زبانی, نه، که نه. زبانی که زبانی که وجود داشته اون دوره ورس اسمش سریاک بوده که یک نوع یه شاخه از زبان آرامیک بوده و اون صحبتی که داره میشه یک که شباهت داشته داستانهایی بوده که به زبان سریک نوشته شده سریک هم خیلی شباهت با عربی اولیه داشته ببین بذار آرمین جان ببین نه, نه،, نه شما ما تو این قضیه چیز نیستیم ما تو دانشمند زبان عربی نیستیم خب بذار من خلاصه بگم بهت بگم مثلا اگر الان اینو من خودم در نمیرم یه عربی کتابی بنویسه بهش ایراد میگیرن خب یعنی میتونم به قرآن ایراد بگیرن اینجوری نیست که بدون اشکال باشه حتی بعضی از این روحانیون هم که این ایراداشو گفتن یا یا کشته شدن یا در خفا زندگی میکنن مثل بعضی از این شیعیانی که تو عراق هستن مثلا میگن قرآن ایراد داره این قرآنی که دست ما هست قرآنی نیست که از پیامبر رسیده دست ما بعضی از دانشمندای که عرب شناسن گرامر عربو میشناسن مثل پروفسور شادی ناصر استاد دانشگاه هاروارد من اسمشم بهت میگم این به نوعی قایم شده اونجا ترس جونش تو آمریکا سین الان م... مسلمان ها کتابشون مشکل داره یعنی اینا میتونه تحقیق کنی من خودم در نمیارم میتونه درباره اینم یه برنامه یه ویژه برنامه درست کنی درباره قرآن من درباره خودت یه سوال داشتم نظرت درباره این اشخاصی مثل کدیور یا سروش چیه مخصوصا آقا کدیور نظر شما چیه ام... من نمیدونم که صحبت میکنی من اسمها رو خوب نمیشنسم یه معرفی کنی این آقا میری بود یادت میاد آخون تلگرامیه آقا میری یه... یک میلیون س... نمیشناسید اینا رو آه من آه محسن کدی و من عکساش رو من اسما رو خوب نمیشناسم نظرتون درباره من... کارهایی که اینا میکنن چیه مثلا این هر روشن فکران دینی رو میگه روشن فکران دینی رفر... رف... سروش, سروش کدیور آره مثلا سروش دا دانشگاه آمریکایی الان رف... دانشگاه آره 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 خودش آره 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 که اینا چیز میگن مثلا یه انقلاب فکری کردن توی مثلا رفرم کردن اسلام و اینا در با زندگی متمدن دارن سعی میکنن تدفیقش بدن درسته؟ آره این مثلا یه جورایی شریعت و پیچونده مثلا هم. مثلا میخواد از توش دموکراسی اینا در بیاره اینجور دسته آره خب این از همون زمان مثلا کسای دیگه هم این کار انجام داده بودن ام، افغانی خود اون دیگه کسایی معروف ترین کس این،, این چیز جدید شریعتی آره شریعتی افغانی یه کسی دیگه هم بود خیلی معروف ترینش کی بود یه چیزی عبدالله یه چیزی خاجانسوری ام... اسلامیک ازلام... این حس... یکی که معروف ترینش نه،, نه 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 این عرب عرب زبان بود ام... یه مصری بود فکر کنم ام... اینا به نظر به کجا میرسه اینا آینده شون چی اصلا اینا موثرن یا مثلا از الکی اینا متاسفانه موثر هستن به نظر من بقای دین و یه مقدار اگه اینا نبودن دین زودتر هست میشد اینا متاسفانه من چیزی که هست شما هر موقع که یک ضربه شدیدی به هویت دیندارا میخوره خب که قدرتشون رو دارن از جامعه دست میدن بخاطر خاطر اینکه مدرنیز به خاطر اینکه جامعه داره به یه طرف دیگه حرکت میکنه بخاطر دلاله اقتصادی یا فرهنگی که داره مردم از دین دور میکنه معمولا تو هر زم... این،, 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 این کلی مدر... همیشه هم تو مسیحیت هم تو اسلام اتفاق میفته این کسایی که شما مثال میزنید مدرن نشن این مثلا مدرن نشستن در صورتی که این اتفاق جدیدی نیست تو تاریخ اسلام چندین بار این اتفاق افتاده هم اصلاً همون اصلا زمان اول مثلا متزلاتش هم دقیقا هم از همون اولش هم اتفاق افتاده بعدا هم ابن سینا ها اومدن بعد غزالی ها اومدن علیه اونا این این خیلی اتفاق افتاده دو تا حرکت اتفاق میفته خب مردم دارن به یه طرف دیگه حرکت میکنن اسلام داره اه اهمیتش رو دست میده دو روش وجود داره یکی اینکه بگی که چرا ما داریم اسلام دین نه فقط اسلام داره قدرتش رو میده روش اول اینه بگی که ضعف ما دلیلش اینه که داریم اسلام رو ول میکنیم یعنی به اسلام به اندازه کافی نچسبیدیم باید برگردیم به اسلام و اسلام رو قوی تر این همونجوری که محمد میخواسته جوری که محمد اسلام مثلا مدینه رو باید رایت بکنیم ضعف ما دلیلش اینه یعنی بیای اصول تر بشی. یا یکی دیگه بگی که یه روش دیگه وجود داره که بگی که نه ضعف ما اینه که اسلام اجازه میده که ما عوض بشیم اسلام هیچ وقت نگفته که ما نباید یاد بگیریم ما از بقیه عقب افتادیم چون یه برداشت اشتباهی از اسلام داشتیم که انگار ما نمیتونیم رشد بکنیم بقیه جهان داره رشد میکنه ما میتونیم مسلمان بمونیم ولی از بقیه جهان هم یاد بگیریم که اونا چرا دارن رشد میکنن خب یعنی یک ریاکشن پرگماتیک داره یا یک ریاکشن مثلا میتونیم بگیم رادیکال داره یه, یعنی رادیکال، یه یعنی حرکت رادیکالی و یه یعنی حرکت اون سلفی آره، مثلاً، دیگه وحابی، مثلاً وحابی هم رفرمیست بودن دیگه اون هم اصلاح طلب بودن خب ولی اصلاحی که هم میخواستن این بوده که بیشتر برگردن به قرآن و محمد و اینا و این اصلاح طلب های دیگه اصلاح طلب یعنی ما وقتی میگیم اصلاح طلب فقط اصلاح طلب های در نظر میگیریم در صورتی که شاخه دیگه اصلاح طلب ها اصلاح طلب های رادیکالی هم هستن که مثلا مثلا واهابیا و اینا خب متاسفانه به نظر من اصلاح طلبای پرگماتیک از اصلاح طلبای رادیکالی خطرناکتره خب چون ولی ضربه هایی که اصلاح طلبای رادیکالی به جامعه میزنن خیلی بولد میشه به خاطر اینکه یه چیزی منفجر میشه یه سری آدمای سرشون رو میزنن یه سری آدمای رو شکنجه میبینن و این خیلی از از اخباری برای ما کنجکاوی ما رو یعنی ما برامون جالبه خیلی میام هزینه رو برای جامعه خیلی واضحه که میبینیم خب این چه هزینه برای مردم دارن میمیرن دیگه ولی هزینه اصلاح طلبای پرگماتیک بسیار بیشتره به خاطر اینکه اصلاح طلبای پرگماتیک اصلا وجود اصلاح طلبای رادیکالی رو اصلا محیطش رو براش به وجود میارن چرا چون دین انقدر یک سری عقاید اقایده... من از, از اون لحاظ گفتم که مس... نه ببخشید مثلا این آقا میری توی حالا شما اونجایی اینجا نیستن یه،, یه کاری که کرد این بود یه بخش قابل توجهی از این حزب خشک مذهبی ها رو کشید سمت خودش که به هر حال بازم خرافه است ولی یک ورژن ملایم ترشه میگم از اون لحاظ اینا میتونه میشه گفت مفیدن یعنی خیلی از آدمایی که دورور اینا قبلا از اون بسیجی ترمز پاره کرده ها بودن متوجه چی میگی نه نه این ضرره چون چون ببینید چون چیزی که باید برای ما مطرح باشه روش نتیجه گیریه نه خود نتیجه گیری خب روش نتیجه گیری دینی یک روش بسی... سیستم بسیار غلطی هست که اکثر موقع ها برای جامعه هزینه داره بعضی از موقع ها میتونیم مثال های استثنا پیدا بکنیم که یه کسی مثلا بسیجی بوده یا وهابی بوده حالا مثلا یه مسلمان دیگه شده خب یه مسلمان مثلا غیر رادیکالی شده خب و این مثال های اندکی که وجود داره اتفاقا خطرناکه برای اینکه میاد توجیه میکنه که ما میتونیم به دین دین رو لازم نیست بذاریم کنار این روشی که اکثر موقع ها برای جامعه هزینه داره یعنی میایم میا یه مثال استثنا رو پیدا میکنیم که نگاه کنیم دین میتونه هم نباشه بالاخره یه شکل مثلا غیر خطرناکش هم وجود داره و این باعث میشه که ما این دین رو نذاریم کنار برای اینکه مثالهای غیر مزرش رو میبینیم در صورتی که ما به جای اینکه ببینیم نتیجه کی, کی, نتیجه درست داره میگیره و کی نتیجه غلط ما ببینیم کی از روش درست برای نتیجه گیری استفاده میکنه و کی از روش غلط برای اینکه روش درست اکثر موقع به ما جواب درست میده بعضی از به ما جواب غلط میده و بعضی میان جواب غلط برد میکنه که هم بکنن به روش نتیجه گیری روش غلط اکثر موقع ها به ما نتیجه های هزینه دار میده بعضی از موقع ها یه نتیجه مفید ممکنه به ما بده و اون نتیجه های مفیدی که اه, کم هست و بعضی موقع ها میان بود میکنن که این روش نتیجه گیری غلط رو ما حرس نکنیم یه چیز دیگه هم بگم اکثر کسایی که اصلاح طلب پرگمتیک هستن مسلمون هایی که اسلام رو جدی نمیگیرن و بر، و نیستن و به آمار خودشون اضافه میکنن خب یعنی ما اکثر مسلمان ها, مسلمان ها مسلمان های نامینال هستن یعنی مسلمان هایی که اسلامو به شدت جدی نمیگیرن بیشتر فکر زندگی روزمرهشون میکنن تو اینکه بگن اسلام چی میگه من چجوری مسلمان بشم حالا یه نماز و یه روزه هم میخونه ولی خیلی بیشتر از این به اسلام فکر نمیکنه و اکثر این مسلمان ها خشونت نیستن و به کسی هم برای کسی هم مثلا مزاحمت ایجاد نمیکنن و این مسلمانان اصلاح طلب خب بقیه مسلمان ها یعنی تعداد اندکشون یا خیلی ما... که اسلام جدی میگیرن یا اصلاح طلبن یا محافظ کارن یا رادیکالن اونا خیلی تعدادشون اندکه ولی این مسلمانان اصلاح طلب یه کاری که میکنن میان تمام این مسلمانانی که خوشونتگرانیستن و میان اضافه میکنن به آمارشون به عنوان مسلمانان اصلاح طلب در صورتی که اگه فقط آمار مسلمانانی که اسلام رو جدی میگیرن و اصلاح طلب هستن و در نظر بگیرین نسبت به اصلاح مسلمانانی که محافظ کار یا رادیکالی هستن اینا حرکتشون بسیار کوچکتره خیلی کمتره اکثر کسانی که اسلام رو جدی میگیرن و میان مطالعه میکنن میان جبهه ما مرتدا اگه واقعا ببینن که ما اسلام داره چی میگه این توجیهات این توجیهات اصلاح طلبها رادیکال ها رو به اون شکل اصلاح طلب نمی کنه. کسایی که از همون اول خشونت طلب نبودن و مسلمانانی بودن که هیچ وقت مثلا جهادی نمی شدن رادیکال نمی شدن اینا دارن میرن دنبال بهونه میگردن که چرا اسلامشون واقعا بد نیست میان این عقاید اصلاح طلب ها رو استفاده میکنن که بیان توجیه کنن که چرا دین من اون دینی که بقیه میگن بده نیست اینا کسانی نبودن اکثرشون کسانی نبودن که رادیکال بودن یا خوشونت طلب بودن حالا دیگه خوشونت طلب نیستن نو... اکثریتشون کسانی که از همیشه خوشونت نبودن و فقط دنبال یه بهونه میگردن که چرا اسلام بد نیست خب اینا اوکی خب به بحال... بگیم که حالا به نوعی چیزه ما دیسیگری هست با هم مخالف هست حالا برها اینو من بهتون بگم من اینو از خودم در نمیارم از آخوندان پرسیدم اینا این, دوگ... این اندیشه دگم که قرآن پرفکته از روز اول هست هیچ غلطی نداره هیچ غلط گرامری نداره این دوگمه تو رده های بالا تو مثلا الاسهر یا حوزه علمی قوم اینا میشینن ریز به ریز در میارن بین خودشون بحث میکنن که میگن این آیه اصلا نمیخونه درست نیست یا مثلا از گرامرش اشتباهه یا فلان این هست ولی از دید جامعه مخفی میکنن حالا بعضی هم هستن که اینو اومدن گفتن یا اینا رو کشتن یا اینا مخفی شدن مثلا بعضی شیعان عراقی هستن یا مثلا مثل, مثل پروفسور شادی ناصر اگه تونستی درباره این برنامه بسازی به نظر من خیلی خوب میشه چون این م... یه که خالن... حتی ما باور کردیم ما خدا ناباوران هم. باور کردیم این دروغی که مسلمان فروختن در عرض چند صد سال که قرآن پرفکته یعنی پرفکت خیلی ایراد داره از راز گرامری ایراد بله. داره از از ایراد داره ایرادش خیلی بد ایرادای قرآن خیلی بالاتر از مشکل گرامری ها. شما قوانین گرامری رو شما میتونید نوز بکنین که جوری که دیگه مشکل نداره خب مشکلات قرآن از راز علمی از راز اخلاقی انقدر شدید است اون, که حالا اون سر جاش بله. اون سر جاش. ما میگیم مشکل علمی اخلاقی داره میان توجیه میکنن تفسیر در میارن یه چیزی که هست. خب این DNA این... مشکل داره میدونی یعنی چی میگم یعنی اصلا از DNA مشکل داره ما باید اینم به اینا بگیم که آقا اینم هستا فقط مثلا م. نه توجه کنید که زن و نمیدونم نزد یا مثلا بر اون موقع بوده و فلان اینم ما باید م. بهشون بفهمونیم این دروغه که به ما هم قرآن اول قرآن اصلی که وجود داشته نه ا... نه ا... او داشته نه نقطه داشته خب بله تقییبا. این قرآن این قرآنو شما ب... وقتی دادیم به دست اومویان و عباسیان با این هر بازی که بخوایم میتونیم بکنیم خب حدیث ها اکثرشون زمان بعدا زمان اومویان و عباسیان نوشته شدن قرآنی هم که دستشون بود یه قرآنی بود که یه, اس... یه اسکلت بدون اعه و نقطه داشت شما اینقدر میتونید اینو عوض بکنید به شکل مختلف یعنی افتاده بود دست عباسیان که بیان اصلا تعریف بکنن اسلام چیه وقتی که شما میتونید کلمه ها رو به این رو بله، عوض بله بله دقیقا. دقیقا اتفاقا شیعیان این چیز رو نداشتن باور رو نداشتن که قرآن پرفکته خب بعد اینکه حکومت آل بویه میدن عباسیان رو تسر میگیرن دست نشانده خودشون میکنن این عقیده رو وارد شیعه میکنن که به نوعی با سنی هماهنگ بشن بتونن بهتر بر عباسیان حکومت کنن شیعان هم از اول هم چین داستانی نداشتن از لحاظ تاریخی با قرآن مشکل داشتن اتفاقا شیعان این چیزی که این دکمی که درباره قرآن هست این یه چیز جدیدیه حداقل در بین شیعه ها خیلی ممنون بابت وقت مم. درباره باره خب. یه برنامه بسازید مم. به نظر من خیلی واجبه خیلی واجبه من باید من باید بذاره با این متفکرین دینی تاریخ ایرانی یه ذره بیشتر اسمشون آشنایی پیدا کنم من بیشتر این انگلیسی زبان ها رو ممنون در که اینا رو در من درباره قرآن من... درباره قرآن البته دلوقت... همشون یکی به نظر من همه این اصلاح طلب ها با تغییر،, تغییر, دادن تفسیرات خی... یه چیزی دیگه هم بگم خب این تفسیرهایی که این اصلاح طلبای ج... مسلمان دارن این متفکرین جدید دارن از اسلام هزار و سی ست ساله که برداشت تمام متفکرین تو اسلام از قرآنی نبوده خب خیلی جالبه که الان یه چیزی حدود پنجاه ساله که اینا پیداشون شده و اومدن یه برداشتی از قرآن دارن که خیلی شبیه با تمام میارای اخلاقی نوین خب که از بعد از عصر روشنگری اومده یه دفعه اینا به این نتیجه رسیدن که قرآن از همون اول داشته اینا رو میگفته و 1300 سال کسی نفهمیده و هیچ کسی این برداشت رو نداشته آفره. خیلی جالبه دقیقا. میاد سرقت ادبی میکنه اینا من به چرا گفتم چون این آخون، یه آخوندی از به اسم آقا میری اینو خل لباسش هم کردن این یه میلیون و خورده این نفر توی اینستاگرام فالوور داره خود از بیت رهبری دستور اومد که اینو خل لباس کنید پدرشو در بیارید این اینم جزو شاگردای آقای کدیوره مهمه که اینا رو بگیم اینا چیان اینا دارن دروغ میگن واقعا دارن چرت می... شعر میبافن یه دونم درباره مسئله که راجع به قرآن گفتم راجب اونم با باید روش کار کنیم ما کار نکردیم متاسفانه روش خیلی ممنون بابت وقت وقتتون خواهش ممنون فعلا